سلام، با برنامه فیت در خدمت شما هستیم. انشاءالله قراره که بحث تغذیه ورزشی رو توی بدنسازی با همدیگه در طی چندین قسمت صحبت کنیم. اما قبل از اینکه وارد جزئیات مواد غذایی، چه درشت مغذی ها و چه ریز مغذی ها بشیم، بهتره که یک مرور کلی به بحث تغذیه داشته باشیم. بسیار دیده میشه که توی برنامه های غذایی افراد به همدیگه برنامه غذایی تجویز میکنن، یعنی اینکه بدون اینکه به رشته ورزشی فرد نگاه کنن، بدون اینکه به تیپ بدنی فرد و ژنتیک فرد توجهی داشته باشن، برنامه غذایی برای همدیگه تجویز میکنن و این اصلا کار درستی نیست. گام اول ما تو بحث تغذیه شناسایی تیپ های بدنی هست. اینکه فرد چه تیپی بدنی داشته باشه مشخص میکنه که باید از مواد غذایی چه مقدار رو چه زمانی استفاده بکنه و این برای ما فوق العاده حائز اهمیت. خب خودتون حتما شنیدید تیپ های بدنی مختلف رو، تیپ های اندومورف، مزومورف و اکتومورف. تیپ اندومورف تیپی هست که فوق العاده استعداد چاقی دارن، استعداد وزن گرفتن دارن، به همین خاطر اصطلاحا بهشون میگن اگه شما آب هم بخورید چاق میشید. به همین خاطر خیلی مباید در انتخاب مواد غذاییشون دقت بکنید و توی این افراد سطح انسولین بالاتره و ملاحظه‌ای که ما توی این افراد داریم اینه که مصرف مواد قندی رو با ملاحظات زیادی انجام بدن، میزان پروتئین مصرفیشون نسبت به تیپ‌های بدنی دیگه بالاتر و چربیشون دوباره توش ملاحظه میکنیم. تیپ‌های بدنی مزومورف که ایدئال ترین تیپ‌های بدنی هستن به خاطر هورمون‌های غالب تستوسترون و هورمون رشد بسیار میتونن وزن خشک و یا حجم مایوفیبریلی خیلی خوبی بگیرن و این افراد میشه گفت حد میانه تیپ‌های بدنی هستن، یعنی اینکه هم پروتئینشون به اندازه است، هم کربوهیدراتشون و هم چربیشون به اندازه هست. و تیپ‌های بدنی اکتومورف تیپ‌هایی هستن که به خاطر اینکه هورمون‌های تیرویدی داخلشون غالب هست، ما باز دوباره تو بحث کربوهیدرات باشون به مشکل می‌خوریم و این افراد باید از لحاظ مصرف کربوهیدرات‌ها تو رنج بالا قرار بگیرن. اما اینکه چقدر باشه مصرف کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها تو افراد مختلف و اینکه تو رژیم‌های غذایی مختلف اینها باید چطوری تغییر بدن، مواد غذایی رو برای ما فوق‌العاده حائز اهمیت. تیپ‌های بدنی مزومورف تیپ‌هایی هستند که گفتیم حد میانه است، یعنی میزان کربوهیدراتی که به ازای هر کیلوگرم وزن بدن قرار استفاده کنه 2 الی 4 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنشون. پروتئین‌هاشون نزدیک 1.5 الی 2.5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنشون هست و چربیشون نزدیک 1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنشون. البته تو رژیم‌های مختلف متفاوته. من وقتی میگم 1.5 الی 2.5 گرم خیلی ها جبهه میگیرن که بالاتر از 2 گرم تو خیلی از مطالعات رد شده پروتئین استفاده بشه برای هر کیلوگرم وزن بدن. این در صورتی که فرد تو هیچ رژیم خاصی نباشه، در صورتی که رژیم‌های فوق‌العاده سنگین رو تو رشته های مثل کشتی، تو رشته هایی که وزن کشی دارن، تو رشته هایی مثل پرورش اندام، این قضیه فوق‌العاده متفاوته و خصوصا زمانی که بحث داروها میاد وسط، میزان پروتئین بیشتر باز خیلی خودشو پررنگ‌تر نشون میده. تیپ های بدنی اندومورف گفتیم باید بسیار تو مصرف کربوهیدرات ها ملاحظه بکنن که تو بخش خود کربوهیدرات ها این بحث رو کلن باز میکنه. اینها نهایتاً بتونن کربوهیدراتی که در حالت عادی استفاده کنن، نه حتی در حالت رژیم، 1 الی 2 گرم واسه هر کیلوگرم وزن بدنشون هست. چربی هاشون نزدیک 0.5 الی 1 گرم و پروتئین هاشون میزان بیشتری به خودش میگیره و نزدیک 2 الی 3 گرم واسه هر کیلوگرم وزن بدنشون میشه. و در نهایت تیپ های بدنی اکتومورف تیپ هایی هستن که میزان کربوهیدرات بالاتری رو باید
مصرف بکنن. این میزان 4 الی 6 و حتی در برخی مواقع تو دوره‌های حج و یا روزهای پرفعالیت 6 الی 8 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنشون استفاده بکنن. و مصرف پروتئین ها و چربی هاشون به گونه ای هست که چربی هاشون نزدیک 1.5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و پروتئین هاشون نزدیک 1.5 الی 2 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن استفاده میکنن. تو قسمت بعدی وارد مبحث پروتئین ها و مصرفش تو گروه های مختلف تیپ های بدنی میشیم. ممنونم که با برنامه فیت همراه هستید. خدا نگهدار.